دوستان عزیز، اخبار در این روزها بسیار 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 غم انگیز بود. خبردار شدیم که یک دختر زیبای 13 ساله‌ای به نام رومینا اشرفی توسط پدر خودش با داس سر بریده شده. روایت‌های مختلفی شنیدیم. بعد معلوم شد ایشون با یک پسر 28 ساله سنی و خودشون شیعه‌اند ارتباط دوستی داشته، رفته خونه اون پسره، پدر شکایت کرده، دختره را پلیس آورده خونه تحویل داده، پدر کشته و اینا. من در کل وارد این بحث نمیخوام بشم چون کار من نیست و من از یک من چون کارم کار رسانه‌ایه، کارم سواده، یعنی یک وظیفه‌ای که برای خودم تا آخر عمرم چیدم بحث اقتدارگرایی، منافع ملی و در راستای این آموختن سواد رسانه‌ای، در چارچوب آموختن سواد رسانه‌ای من میخوام این قضیه رو با اتفاق بزرگی که واقعا در آمریکا رخ داد، یک سیاه‌پوست رو کشتن و پلیس اونجا کشته که حالا به اون خواهیم رسید، اینو بخوام رفتار دوگانه رسانه‌های فارسی زبان با این معقوله بخوام بررسی کنم که کدوم بدتره، بهش خواهیم رسید. متأ قبل از اون من باید یک مقدمه، یک در داخل پرانتز کلا نگاهمو در مورد این قتل‌های ناموسی بیان کنم. یک مسئله‌ای که من دیدم تو این روزها، دیدم برخی از دوستان معصبی میخوام بگن در غربم چنین قتل‌هایی هست. خب این تناقض میشه. ببینید عزیزان، من هم به صورت تئوری خب مسئله دارم دنبال میکنم، هم تجربی تقریبا میتونم بگم جایی تو اروپای غربی کشوری نبوده که من سفر کنم. همه کشورهای اروپای غربی سفر کردم، حالا اروپای شرقی رو همه رو نه، ولی واقعا اروپای غربی همه رو سفر کردم، زندگی کردم، حداقل تو دو تا شنام بیزنس دارم، اونورم که قاره آمریکا کانادا بودم. یه حقیقتی رو من به شما بدم، از یه ور میگیم که مردم غرب مثلا خانواده توشون ضعیفه، بی غیرت شدن، فلان شدن، کلوپای سکسی آنچنانی دارن، از این ور میخوایم بگیم چه این قصدهایی وجود داره. نه قربان، این تناقض میشه. یا مردم اروپا مسائل جنسی باز دارن، خانواده تو این زمینه بی اهمیته، یا اینکه نه، اینقدر تعصب رو خانواده دارن که وارد اینجور قتل‌های ناموسی میشه. اینا که تناقضه. نه، حقیقت اینه که در غربم هر، من یعنی تحقیق داشتم میکنم، هر قتل ناموسی که انجام شده عموما برای کشورهای عرب زبان، عربی، ترکیه و متاسفم ایران به ویژه بخشای کرد نشین بوده. یعنی تقریبا میتونیم بگیم در تمام این قتل‌هایی که انجام شده در 20 سال گذشته که من یک تحقیقی داشتم سالها پیش، میتونم بگم 50% قتل‌های ناموسی متعلق به بخش‌های کردنشین سوریه، عراق، ترکیه و ایرانه و عموماً هم کردهای عراقه که به شدت این قتل‌های ناموسی رو دارن. در کنار این، بله، ایرانی داشتیم، ترکیه داشتیم، کشورهای عرب زبان، سوریه و و و اینا رو هم داشتیم و این یه حقیقتیه. یعنی ما به هیچ عنوان چیزی معقوله‌ای به نام قتل ناموسی در بین مردم اروپا نداریم. حالا من اینو گفتم، بعضی نوشتن آقا طرف مثلا دوست دختر سابق خودشو کشته. فلیتو بشم، ما داریم بحثی جدی و عمیق میکنیم. کشتن دوست دختر در پروفایل یا در کانتکس قتل عشقی قرار میگیره، نه قتل ناموسی. ما باید فرق قتل ناموسی، قتل عشقی و چیزهای دیگر رو بدونیم. بله، جنایت‌های خیلی بدتر از اتفاقی که برای رومینا افتاده توسط مردم اروپا، به ویژه در آمریکا، در آمریکا که اصلا یارو زن مردم رو میکشه، هفتاد سردخونه رفته بوده، یک سردخونه ای رو سفارش داده بوده، گذاشته بوده تو خونه برای همین منظور و جنازه این زن رو تو اون سردخونه هفته‌ها و تا یک سال، میگم هفته تا یک سال نگه داشته بود و به جنازه این زن تجاوز میکرد. یک سال جنازه رو سالم نگه داشته بود تو فریز و یه فریزر بزرگ برای همین کار گرفته بود. جنایت‌های خیلی بدتری انجام میشه، ولی ما الان بحثم قتل ناموسیه. رک بهتون بگم، در کشورهای غربی چیزی به عنوان قتل ناموسی نداریم. در کشور شرقی نمیدونم چون تحقیقی ندارم، زندگی نکردم، تحقیقم به صورت تئوری ندارم، ولی در مورد غرب اینو از من داشته باشید به عنوان یکی از منتقدین سبک زندگی در غرب. ولی من میخوام همیشه انصاف رو رعایت کنیم. ما قرار نیستش که اگر از چیزی خوشمون نمیاد بریم به اون ابتذال این که همه چی رو رد کنیم. نه، در غرب واقعا ما چیزی، یعنی کسی، پدری نمیاد که دختر خودشو به خاطر داشتن دوست پسر بکشه. حالا شما میتونید نقد کنید چرا پدر بعد اجازه بده دخترش دوست پسر داشته باشه، اون شب قابل نقد باشه، بحث دیگری است. ولی اینجا بحث ما اینه که کسی به خاطر این معقوله دختر خودشو نمیکشه. متاسفانه این اتفاق مخصوص کشورهای اسلامی است. حالا ریشش در اسلامیه، ریشش در فرهنگ عربیه که واردش نمیشم چون نظرم هم مشخصه، ولی نمیخوام بازش کنم.
جمعش کنیم، چون حوصله اختلافات تو این حوزه هم ندارم دیگه، نگاه منم مشخصه، نگاه حالا همم مشخصه، واردش نمیخوام بشم. اما بحث من یک چیز، اولا که این رومینا آدم واقعا دلش کباب میشه دختر به این خوشگلی که این اتفاق افتاده، اما یه اتفاقی میفته توی آمریکا که تو این چند روز بسیار سر صدا کرده. یک پلیس آمریکایی در ایالت مینه‌سوتا میاد و یک فرد سیاه‌پوست قوی هیکل به نام آقای جورج فلویدو پاشو میذاره رو گردن این فرد و فیلم 9 دقیقه است، یعنی فیلمی که از این صحنه جنایت مردم فیلم گرفتن، من 9 دقیقه فیلمو بهتون بگم قشنگ با دقت همه، چون من اونم خیلی چیزا رو می‌بینم، چند تا کارو با هم انجام میدم، دارم لپتاپ چت میکنم، یه جا دیگه دارم یه چیز دیگه گوش میکنم و همزمانم چشم یه جا دیگه است، یعنی چند کاره هستم تو یک لحظه که دارم فعالیت میکنم. ولی انقدر این فیلم برای من شوکه کننده بود که همه کارامو گذاشتم کنار، 9 دقیقه فیلمو با دقت با صفحه کاملا باز رو لپتاپم سفر کامل باز کردم و فیلمو 9 دقیقه نگاه کردم و اصلا نمیتونستم حذف بکنم. یک پلیس که همچین آدمی است، نگاه کنید خونسردی رو، نگاه کنید با خونسرد، نگاه کنید اینجا خونسردی رو، و این فرد سیاه‌پوست میگه آقا جان من نمیتونم نفس بکشم، انقدر نگر میداره، و این فرد سیاه‌پوست قوی هیکل، نگاه کنید هیکلیه این آقای جورج که سیاه‌پوسته، و خب این سیاه‌پوستا عموما قوی هیکلن تو آمریکا، به خاطر اینم دلیل داره، دلیل قوی هیکل بودنشون هم یه پرانتز باز کنم، متاسفانه چون این عزیزان سیاه‌پوست رو در قرن‌های گذشته استعمار کردن، اینها رو برده کردن، و خب تا زمانی که گاو آهن نبود، مثلا گاو این چیزو نمی‌برد، خیلی زمان‌ها به جای استفاده از گاو که بخواد شخ بزنه، سیاه‌پوستا رو می‌ذاشتن که شخ بزنه و رو بدن اینا شلاق میزدن، و این قضیه باعث شد تو ژنتیک اینا تأثیر بذاره و در دو سه قرن گذشته به ویژه این جهش ژنتیکی رو اینا تونستن پیدا کنن، چون بدن با شرایطی که وجود داره خودش رو تطبیق میده، و این سیاه‌پوستای عزیز چون مورد شکنجه های گسترده سپیدپوستای آمریکایی قرار می گرفتن، بدنشون زمخت شد، سفت شد، و اینا تغییر ژنتیکی توشون به وجود اومد. سیاه‌پوستای آمریکا مشخصا منظورم، نه سیاه‌پوستای حالا آفریقا، سیاه‌پوستای آمریکا این بدنشون جهش ژنتیکی پیدا کرد و امروز که به دنیا میان به صورت قبل، حتی اصلا نیاز فقط کافیه 2 روز برن باشگاه بدنسازی، یعنی کاملا بدنشون از اون رو به اون رو، و اصلا بدنه دیگه حالت معذرت میخوام شم، واقعا پوزش میخوام، بدنشون دیگه خیلی تغییر کرده، یعنی قشنگ به مانند بدن یک حیوان گردن کلفتی همچون مثلا گاو و اینا دیگه داره میشه. این جهش ژنتیکی است که جنایتی است که سپیدپوستای آمریکا در حق این مردم بیگناه سیاه‌پوست آفریقایی تبار آمریکا انجام دادن، که اینا رو منن از آفریقا به صورت برده بردن اونجا. از شما میبینید این سیاه‌پوست با توجه به این بدن قوی و اینا فقط یه پاشو گذاشته، چجوری گذاشته که این فرد فوت میکنه، درسته؟ که حالا اگه ماها دیگه زیر پای این پلیس باشیم دیگه هیچی، من وقتی که میگم اون قاره آمریکای شمالی وحشتناک اصلا فراموش کنید، همین، اینا حقایق آمریکاست. و برای من جالب رویکرد دوگانه رسانه‌ای چون بی بی سی و غیره است، خبر این آمریکایی‌ها رو زدن، این داستان این جنایت رو زدن، الانم بعد از این قتل و انتشار این فیلم اینقدر احساسات عمومی در آمریکا جریه دار شد، پرچمای آمریکا رو دارن آتیش میزنن، در 24 ساعت گذشته فیلم ها داره در میاد که آمریکا پلیسش داره با ماشین پلیس از مردم رد میشه. خب این اتفاق در ایران هم رخ داد، دیدید که برای ایران چه پروپاگاندای رسانه‌ای کردن، ولی در مورد آمریکا دارن رسانه‌های فارسی زبان سکوت میکنن و قتل این خانم رومینا اشرفی رو دارن بولدش میکنن. معلومه باید این قتل بولد بشه، این قتل محکومه، ولی یک چیزاری باید در سواد رسانه یاد بگیریم. قتل رومینا اشرفی توسط یک شهروند جاهل انجام شده، درسته؟ قتل رومینا اشرفی توسط پدری جاهل انجام شده و سیستم قضایی ایران از اون پدر دفاع نمیکنه. سیستم قضایی ایران گفته که پدر این پدره رو در میاره، درسته؟ و حالا در آمریکا قتل این سیاه‌پوست توسط یک آدم جاهل انجام نشده، توسط حتی نمیتونم بگم یک پلیس بد انجام شده، نه، چون وقتی که داره این قتل انجام میشه 4 پلیس اونجا وایستادن. این قتل یک قتل سیستماتیک سیستمه، به صورت سیستماتیک این سیاه‌پوست کشته میشه، یعنی سیستم میاد این آدم میکشه، چون اومده سیستم گفته پلیس آمریکا حق غلطی بکنه محاکمه نمیشه. 4 فقط اخراج نهایتا، اونم برای که صدای مردم رو بخوابونن.
فقط پلیس آمریکا گفته آره ما اینا رو اخراج کردیم و اینا محاکمه در سیستم ضعیف قضایی آمریکا این پلیس ها رو حالا خواهید دید نمیتوانن به میز محاکمه بکشانن. خیلی فرق داره، کدوم بدتره؟ اینکه یک شهروند دیوانه ای در یکی از روستاهای تالش دختر خودش رو بکشه این بدتر است که حالا شروع میکنه آی فلان کشته سیستم، نه سیستم هم که داره پدرش رو در میره. کجا جمهوری اسلامی گفته اگر دخترت دوست پسر گرفت برو بکشش؟ حتی پلیس ایران رفته محترمانه خونه اون پسره، پسرم تازه موجه نبوده ولی نه با پسره کار داشته نه با دختره، دختره در دست پدرش. سیستم که اینجا مشکل نداشته که. کجا سیستم جمهوری اسلامی گفته اگه دختر سیاب چیز گرفت اومد دوست پسر گرفت بزن بکشش؟ یعنی این بنده خدا این آقای سیاپوس چی؟ اینو پلیس کشته، پلیس سیستم کشته، مردم دارن میان اعتراض میکنن با ماشین هم از رو مردم آمریکا رد میشن. این استاندارد دوگانه یه رسانه ها رو ما کجای دلمون بذاریم؟ در ضمن قتلی که برای رومینا اشرفی هست درسته ما در اروپا اعتراف میکنم چیزی به عنوان جهالت قتل ناموسی نداریم. من قتل ناموسی رو جهالت میدونم بر اساس فرهنگ و خوشبختانه تو فرهنگ ایرانم این قتل ناموسی وجود نداره. ما از خوشبختانه خیلی از این مسائل کشور ما تاریخمون رو سنگ نوشته ها هست و یک سری از کتاب ها از دوران ساسانی به جای مونده، کتاب های خطی هم به جای مونده، نمانند اندرزنامه اردشیر پاپکان. برید این اندرزنامه رو بخونید، شاهکار ایران باستانه در دوران ساسانی. اردشیر پاپکان هم که میدونی پایگزاره در حقیقت سلسله که از نظر من مقدس ساسانیان هست و ایشون میگه آقا دخترت اگر مثلا یه کاری کرد حالا برخلاف پدر بود، کارهایی کرد که در شأن خانواده نبود، نهایتا پدر حق داره دختر از ارث و میراث محروم کنه. بحث کشتن باز ما نداریم، متأسفانه این کشتن یا از فرهنگ اسلامی است یا از فرهنگ عربی است. وارد بحث هم نمیشم، میتونی بگی فرهنگ عربی است که زیر سیبیلی رد کنی، وارد بحث نمیشم. و عموماً یک بخشش هم واقعا فرهنگ عربی است، اینا کاری نداریم، وارد اون قضیه نمیشم. اما سیستم جمهوری اسلامی چنین مجوزی رو به پدر نمیده که بچه خودشو بکشه. الان هم دادگستری گفته پدر این مرد رو در میاره. خب شما رسانه ها مثل بی بی سی و غیره کلی شلوغ میکنه که حتی شلوغ کردن هم داره، بله دل همه سوخته. حالی چطور از مسئله که بدتر از این قضیه است به صورت سیستماتیک در آمریکا یک سیاپوست رو اینجوری کشتن شما خفه خون میگیرید، نهایتا خبرهایی میزنید در حد دو سه خط؟ چجوری میشه اینو ما چجوری میتونیم بررسی کنیم؟ غیر از اینه که هر اتفاقی که در ایران بیفته، چه به حق چه به ناحق، چه ریز چه درش، شما وظیفه بزرگ نمایی دارید و هر اتفاقی که در آمریکا میفته هر چقدر سیاه باشه شما وظیفه کوچک نمایی دارید، وظیفه عادی سازی دارید. این اتفاق تو آمریکا رو کشتن این سیاه‌پوست به این شکل شما دارید عادی سازی میکنید ازش؟ اینا رو کجای دلمون بذاریم؟ اینا حقایقه، اینا بحث نگاه من نگاه رسانه ایست، نه اینکه رسانه ها چگونه دارن جنگ روانی رو میبرن. و اینجا هم سپاسگزاری باید کرد از دستگاه قضایی ایران، سپاسگزاری کرد از پلیس ایران، چقدر پلیس شمال متمدنانه عمل کرده. وقتی که این پدر شکایت کرده از دوست پسر این دختر، بلند شده رفته و این دختر رو گفته که شما رو به زور آوردن اینجا، دختره گفته نه با میل خودم اومدم، گفته خب غلط کردی سنت کمه 13 سالته گرفته و داره دست پدر. پلیس ایران اینجا مقصر نیستش و اگه تهش هم بخوایم بریم مقصر، ببین شما همین نوید محمدزاده فکر کنم خیلی بچه زننگه، اومد صحنه ای رو از فیلم بسیار 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 مزخرف نقصهای کوچک زنگ زده رو گذاشت که واقعا فیلم زشتی بود. و در اون فیلم یک صحنه است که اینا میخوان دختر خانواده رو بکشن چون مثلا گویا دوست پسری داشته و این داره برادر کوچیکه رو تشویق میکنه چرا اینو نکشتی، خواهرتو چرا نکشتی. بعد اینو گذاشته، خب شما تو سینمای ایران هم الغا داری میکنی این کار کثیفو، یا از اون ور بوم میافتید که میان میگی بنیان خانواده رو ولش کن و همه چی اوپن باشه، یا از این ور تشویق به قتل میکنید. اینم خودش هم فهمید از این منظر اعتراف کرد که تشویق به قتل کردن با فیلم های مزخرفی که میسازن و خودش اومد این ویدیو رو پاک کرد. حقیقت داستان اینه که بنیان خانواده در ایران بایستی آگاهانه، نه ما نمیگیم که دختر بره دوست پسر بگیره فلان، ولی باید آگاهانه باشه. اگر هم این اتفاق میفته با گفتگو با کارهای روانشناسی
با بزن و بکوب و چه میدونم اینجور مسائل که همه چی بدتر میشه، چهره خیلی زشت میشه و اینها تو فرهنگ ما نیست. در فرهنگ ما اگه دختری پسری هر کدوم کار اشتباهی میکنن باید مدیریت کرد، گفتگو کرد، اگه در گفتگو حل میشه نهایتا آقا طرد باید کرد، بدترین حالتش طرد کردنه، ولی کشتن به این شکل 100% محکومه. ولی یادتون باشه کسانی که الان از کشته شدن رومینا میخوان یا از این نمد میخوان کلاهی بسازن علیه حکومت کنونی، نظام کنونی، بدانن که این اتفاق یک اتفاق اجتماعی است در تمام کشورهای منطقه ما متاسفانه رخ میده و این سنت غلط رو باید گذاشت کنار. اتفاقا سیستم قضایی ما همواره برخوردهای سنگینی با کسانی که قتل ناموسی داشتن انجام داده و حقیقت داستان اینه که این اتفاق کار یک شهروند جاهل بوده نه کار سیستم، ولی در آمریکا کشتن این سیاپوس کار سیستمه. پس اگر قراره بپردازیم به صورت جدی یک کشور و یک حکومت رو محکوم کنیم، حکومت آمریکاست نه حکومت ایران. قتل‌های اینجوری رخ میده. گفتم بهتون یک ماه پیش 20 روز پیش داشتم اخبار رو میخوندم، در جزایر قناری یک مرد زن خودش رو کشته، جنایت تو جزایر قناری. دیگه جزایر قناری من رفتم دیگه، یکی دیگه لاکچری ترین جاهاست و تمام آدما تو اروپا یه عمر کار میکنن، مردم تو اروپا، تو سوئد، توی فلان، توی تو کشورهایی که شما تو سایت‌های آنالیست که میخونید که اینا خوشبخت‌ترین کشوران، حقیقت اینه در آلمان و فنلاند و نروژ و دانمارک و سوئد و انگلیس، این 5 6 تا کشور به ویژه، حتی لهستان، اینها یک عمر کار میکنن و بیمه میدن، چه میدونم چیز بیمه بازنشستگی میدن، همه اینا رو میدن، مالیات میدن که آخر عمری پولی که میگیرن از بیمه بازنشستگی انقدری باشه که برن تو جزایر قناری زندگی کنن. یعنی یک جاییست که دیگه ته پولدارای اروپا جمع میکنن میان در جزایر قناری زندگی میکنن. در همون جزایر قناری که من نزدیک یک سال پیشم دو سه بار به سفر داشتم که دیگه واقعا جای زیبایی، یکی از بهترین جاها برای زندگیه که خیلی ها میپرسن کجا برای زندگی خوبه، یکیش واقعا این جزایر قناریه و اونجا قتل اتفاق افتاده. همین 20 روز پیش یارو اومده سر زن خودشو بریده، نه زنه مثل که شوهره رو کشته یا شوهر زنه رو، یه قتل اینجوری رخ داده بود، کلی سر صدا شده بود. جنایت اینجوری همه جا رخ میده، حالا درست ناموسی نیست در اروپا ولی چیزای دیگه هست سر مسئله. خب چیزایی هم که در اروپا هست در ایران نیست. الان مثلا شما در ایران کجا دیدی یه نفر بره یه زنی رو بکشه بذاره تو فریز تا یک سال بهش تجاوز کنه؟ اینا مختص آمریکاست. کجا در ایران دیدی یه حیوان وحشی چون تمساح رو، اونم تمساح نرو، یارو به مدت 4 سال بهش تجاوز میکرد، دست و پای تمساح رو بسته اومده بودن معذرت میخوام مقعد اون تمساح دیده بودن داغون شده و دیگه فکر کنم تمساح هم زیر دست این مرد آخرام مرد، بردنش تمساح رو بیمارستان فلان. ببین چه یارو وحشی بود، اصلا فیلماش اینا در اومده بود، خبر 2 سال پیش بود، خیلی سر صدا کرد تو آمریکا. کجا تو ایران دیدی این اتفاق بیفته؟ هر جا مختص خودش یک سری اتفاقات اینجوری داره. مهم اینه که آیا سیستم داره این کارو میکنه یا یک شهروند جاهل. در ایران یک شهروند جاهل رو مینا رو میکشه، ولی در آمریکا سیستم اون فرد سیاپوست رو میکشه. فرق اینجاست. اگه قراره از نظر رسانه‌ای محکوم کنیم، آمریکا محکومه و نظام کنونی در ایران به هزاران دلیل محکوم نمیشه در این حوزه، چون نظام کنونی داره کار خودش انجام میده، طرف هم گرفته محاکمه خواهد کرد و پروندهشو راه انداخته. بنابراین میخواید دشمنی کنی با جمهوری اسلامی، سر چیز درست دشمنی کنید، همینجوری به هر بهانه‌ای حمله نکنید به جمهوری اسلامی. و اینو بدونید شمایی که حمله میکنید ورشکستگان سیاسی هستید، حقم دارید. البته منم جای شما بودم، وقتی به بنبست سیاسی اجتماعی میرسیدم، به بنبست فکری میرسیدم، دیگه مثل آدمیه که از یک مثلا صخره چیزی داره میفته، دستشو میندازه هر جا یه برگ یک شاخه هم باشه میخواد نگه داره سقوط نکنه. شما کسانی که برای این جور بهانه‌ای چون قتل واقعا دلخراشه این رومینای عزیز میای و این بحثا رو علی میخوای اینو ببری تو پروفایل یا توقش بدی هدایتش کنی اینا در راستای مبارزه با جمهوری اسلامی، خب اینو حق دارید شماها، شما همه چیزتون باختید، چیکار کنید؟ شما تو حوزه فکر و اندیشه که حریف حکومت کنونی نشدید، بنابراین مجبورید با این قوقا سالاری های خبری که در روز تولید میشه، با اینها به عنوان اون شاخه ای که در کنار صخره است دستتون رو گرفتید خودتون رو آویزون کنید و شاید بتونید اندازه یک نیش پشه ای آسیب برسونید. اونم تازه آسیبی که میرسونید باید به افکار جامعه است، به نظام کنونی که
با این بچه بازی ها و شکلک در آوردن ها که نمیتونید آسیب برسید. به هر حال هم قتل رومینا رو من تسلیت میگم، هم به ملت آمریکا، هرچند ملت مصنوعی هستن، قتل واقعا وحشیانه و سیستماتیک دولت و پلیس آمریکا. در مورد این آقای سیاپوست و اونجا دل آرامی میگم و تسلیت میگم. پاینده ایران بدرود.